مادرم تو حیات خونمون یه دونه نهال کاشته. خیلی خوشحال بودم چون داشتم یه کار جدید میکردم. اما امروز حالم خیلی بهتره چون با نهالایی که امروز کاشتم احساس میکنم زمین داره نفس میکشه. به به آقا همونتی گل گلاب لا این درخت واسه چه قایم شدی؟ علم از کسی در حال مأموریتی که این سال نمیپرسه پسر جون. ببین یه بار دیگه جلوی من اسم مأموریت و کارگاه بیاری همچین میزنم با برف سال دیگه بیای پایین. اوه 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 بزن اونه که زدی بیام پایین بعد به حساب من برش. جون به جونت کنم پر روی. راسته؟ نمیدونم خبر نداره. میگفتن زن خارجی هم گرفته. اگه گرفته که باید بچه هم داشته باشه. نداره؟ به ما که گفتن نداره. الکی میگفتم که مردم از اینجا بترسن که کسی نیاد این ملکو بخره. خودم بخرم. او میشنوی؟ خب یه صدایی من نه بی خود خیالات برای تو داشته. جون خودم دایی این دفعه صدا اومد. بابا باد و بارونه کی صدا اومد؟ او نکنه روح مرحوم فسیانه فهمیده اینجا داره آباد میشه سری کلش پیدا شده. فسیان نیست و نسیانه. اون خدا بیامرز الان تو خارج دفنه. اصلا من غلط کردم با شما دوتا ترسوهای بزدل اومدم. بیا بریم. تویی؟ بابا خیلی ناتویی. تو خیلی بی‌معرفه چی؟ کارگاه، شرخر، کتباز. وقتی میخوای با کسی رقابت بکنی اول باید بهش نزدیک بشی، نقطه ضعفشو بفهمی. یاد گرفتی؟ واه! یعنی الان شما نقطه ضعف اونا رو پیدا کردین. خب چی آقا؟ هنوز که من اونا رو پیدا نکردم، ولی ما رو خودمون رو خیلی وقت پیش پیدا کردن. آقا جدی چیه؟ یه نگاه به خودت بنداز میفهمی. من اگه این رستوران رو بذارم رو سرم و روزی 7 بار بچرخونم شما از من راضی بشو نیستی. به جای اینکه رستوران رو سرت بچرخونی یه تکونی به خودت بده. حالا تو چرا آقای سهرابی رو فرستادی بالای نردبون تابلو نصب کنه؟ حتما دلیل داشتم دیگه. خب چه دلیلی به منم بده؟ آها اگه گفتی فکر نکنم تابلویی رو که با دست خودش نصب کرده دلش بیاد پایینش بیاره. تو دیگه کی هستی؟ سبزیجات بخار پز بنداز. میگم ماما اینا رو سرخ میکردیم خوشمزه تر بودا. نه عزیزم سبزیجات چه سرخ بشن چه آب پز ارزش غذایشون میاد پایین. چی میمونه؟ یکم فیبر. میگم الان اینقدر دسر و پیش غذا لازم بود اول کاری؟ آره ببین منو باید کامل باشه. یه وقت دیگه یکی از مشتری ها از همون پیش غذا خواست. آقا می درستم این همه غذای رنگارنگ دستمون بمونه. توکل به خدا. خیلی دلم میخواد ببینم اولین مشتری که پشت میذاره تو این رستوران کیه. برو برو به مشتریه. بابا شمایی؟ بله میخواستی کی باشه؟ محبوب حبوبات رو آوردن. دستشون درد نکنه. خسته نباشی کمک نمیخوای؟ ممنون. پس چرا مشتری نمیاد؟ عزیز من صبر داشته باش فاصله داشته باش به وقتش مشتری هم میاد. چرا من هیچ وقت این آرامش شما رو ندارم؟ آها کم کم باید یاد بگیری دخترم. ماما اینا رو کجا بریزم؟
خانم صابر، عزیز من، شما که داری برنجو زنده برمیداری که؟ پسر جو، من 30 سال کارم اینه، تا حالا اومدی به من میگی چیکار بکنم چیکار نکنم؟ نوکرتم خورشتم نگاه کردم دیگه، یه وجب روغن روشه، بفرما چرب و چیلیه. مگه تو همیشه نمیگفتی خورش باید چرب و چیلی باشه؟ پس چی شده حالا میگی روغن زیاده؟ قربونت برم نگاش کردم دیگه، گوشتشم کمه، لپشم له شده. تو چرا نمیبینی سر کار خودت؟ برو سفارشاتو بگی، برو ببینم. موساب شما چرا عصبانی میشی نوکرتم؟ سفارشا رو دادم به این دوقلوها بگیرن دیگه، بعدش هم بذار من یه روز ریاست کنم نوکرت. لازم نگرده، بفرم سر کار. علیز برو سر جاده مشتری بیار. وقت تو چی کاره ای؟ دستور دائمه، نمیری خودت بهش بگو. تهدید میکنه آدم، نمیزن یه روز کیف کنیم رئیس بازی در بیاریم. پرد آیا آفتش بدن این پسری چیکار داری میکنه؟ حمید! بله دایی. ببین حمید، همیشه این ساعت جلو رستوران قرقله بود. پرویزه این کاره نیست، کار خودته. برو سر جاده، برو بینم. اگه تازه وارد دیدن منو بعد شد چی؟ تو حرف دیگه بلد نیستی بزنی؟ باشه من میرم، ولی اگه اونا دیدن داستان شد پای خودتونا. خیلی خوب، پای خودم، برو. ببین پشت به اونه واستا، یا کاری دیگه بکن، عینک کلاهی بذار سرت که نشناسنت. برو ببینم. چشم. بودو به پرویز بگو زود بیاد. خسته نباشی داداش. مخلصیم. ساعت 2 این همه ماشین انجرت میشه، مخ یکیشون گشتش نشده. خب من چیکار کنم؟ به زور که نمیشه مردم غذا داد. یه ماشین وایساد، اونم سراغ رستوران گیاهی رو گرفت. خب ما غذای گیاهی هم داریم. داریم؟ یعنی غذای بدون گوشت. خیلی خب، حالا ول کن. بگین کیو دیدم سر جاده؟ کیو دیدی؟ چوپونه بود، اون روز اومده بود اینجا. خب اون شاگرد سرابیه، داشت تبلیغ رستورانشو میکرد. من فرستادم دنبال مشتریه، یا اینکه بری تو نخم. بابا جان من، این سهرابیه فکر کرده ما هالوییم، الان جلوش بانستیم دو روز دیگه شاخ میشه واسه همونا. امیرعلی جان خواهشن خود تو قاطی مسائل نکن تو. مامان واسه چی قاطی نکنم؟ حرص منو در برده. نشنیدی مامانه چی گفت؟ حالا ما یه چیزی میدونیم، شما یه جدی نگیم. با این کارو مشتری جذب میکنه؟ آقای روانشناس بیا بریم، باز شروع کردی به آنالیز کردن. البته خب کار کردن با دایی بهتر از این نمیشه. بودو بریم.
آقا خواهرزاده هاتون اومدن تراول ها رو بشمارین. آقا تراول کی داره؟ جلو اینا چیزی نگی ها. نه آقا حواسم هست. سلام دایی جون. سلام دایی جون، احوال شما؟ دایی کلی دلم براتون تنگ شده بود، ماشاءالله از ماه پیش اصلا تغییر نکرد. بله خواهرزاده های عزیز من، با سر ترم دانشگاه شده و موقع دیدن ما. اختیار دارین دایی جون، شما که فرصت نمی کنین از این رستوران تکون بخورید، ما باید بهتون سر بزنیم. همیتون رو چشم. یعنی میخواید بگید که هیچ ربطی به ترم و شهریه و این چیزا نداره؟ دایی نه خودتو یاد این حرفا بنداز نه ما رو. باشه بیا. آه پاکش کردم. آره دایی جون، ببین میخواییم نهار حسابی به همون بچسبه. بسه همیشه نهارم که نخورد. دایی یادت رفت یه بار گفتی نهار خورده بیاید اینجا ناراحت میشم؟ خوبه یه بار گفتم نه صد بار. طوری نیست دایی جون، چشمم کور دندم نه. دایی بودن این چیزا هم داری دیگه. بابا من شوخی کردم، مگه شما تو این دنیا چند تا دایی داری؟ اونم دایی که رستوران داشته باشد. شما اینجا کاری دارید؟ نه آقا. بس بفرمایید سر کارتون. الو آقا بفرمایید. خب بچه های گلم، میخوام شما رو ببرم یه جایی، یه چیزی نشونتون بدم. بریم بریم دایی. بریم. امروز قرار دارا و دنیای من برن بشینن به حساب من، هرچی دوست دارن بخورن، ولی تو اون رستوران. چرا تو اون رستوران؟ آره دایی چرا؟ برای اینکه میخوام برید یه آمار برای من بگیرید. از کجا؟ از اون رستوران. دایی مگه ما جاسوسی؟ این که میگم برید ببینید با چه غذاهایی چجوری از مشتری ها پذیرایی میکنن جاسوسیه؟ میگم مامو خورشت داماده شد بگو دوبینم و میارم یه عکس بندازم. تو هم توی این هیروویر وقت گیرو بود بیا. خبر نیست که، فعلا عجله نکن ماما. روز اول همیشه همینه، حالا اگه واسه نهارم نیام واسه شام که مشتری داریم. بیکار بنا صبر رو نونا رو تیکه کن. من هم بیکارم دارم کار میکنم. آ نوشیدنی امروز هم باید خودمون آماده کنیم. نوشیدنی امروز چیه؟ نعنا و لیمو. آخه دیگه واسه چی نوشیدنی خودمون آماده کنیم؟ این همه نوشیدنی تو بازار هست. بعدم خود دوست نداریم، خیلی دوست دارم. یعنی تو میگی سرطان و چاقی هزار درد و مرض رو به خورد مردم بدین؟ فکر کنم مشتریه. برو ببین چند نفرن. چند نفرن؟ چه چند نفرن؟ مشتریه دیگه. مشتری ها این دیلینگر شنیدی من بودم. آه 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 شوخی دست ازن. خب ببخش چشم. دست ازن بس رو دارو دست. این دیگه من نیستم. آمون مشتریه. سلام آقای مهندس. سلام آقا رحمان، خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. بفرمایید بفرمایید. خیلی متشکرم، عجله دارم باید برم. ای بابا به به آقای مهندس به به، ببین چه خوب شده اینجا. مرحبا به این سلیقه. زحمت شما هم بوده. سلامت باشید. سلام آقا رحمان. سلام متشکرم. سلام علیکم. سلام خانم، خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. بفرمایید بشینید. متشکرم. اومدم این فاکتور رو بدم خدمت های مهندس، بعد برم سر کار. بفرمایید. حالا نهار تشریف داشته باشید. صرف شده. خیلی متشکرم. سلام سلام حالشون. یعنی یه بارم نمیخواید غذای ما رو بچشید؟ خانم متشکرم، لطف دارید. ما نمک پروردیم، حتما با خانواده خدمت میرسیم. آقای مهندس من با اجازهتون. خدا نگهدار. من تو آخر هفته میریزم به حسابتون. هیچ عجله نیست. لطف میکنید. خدا نگهدار. به اهالی سلام برسونید. چش خدا حافظ. خدا نگهدار. دلینگ دلینگ مامان، این دلشوره میندازه آدمو. مامان شما با این دلشوره میگیری؟ آره من دلشوره، اصلا دلم شور افتاده. میخنده غذا سوخت. سوخت احمد. ببخشید خواستم امتحان کنم بیانم میتونم کمی صداشو بیارم پایین تر. دلمون خوشه مادرمون از این رستوران سهم داره.
چی میشد ما برای شهری محتاج دایی نبودیم؟ فعلا که گیر داده بریم جاسوسی کنیم. حمید خب جایم که خواهی گفتین شهریه این ترمتون چقدر میشه؟ 800 تومن کم داریم. 800 تومن کم داریم؟ چه خبره بابا؟ حالا مگه فارغ التحصیل بشین قراره چیکار کنید که اینقدر پول میدین؟ با اون مدرک دانشگاه ناکجا آبادم که دیگه معلومه مشتری اول آخرتون فقط خودم هم. دایی جون دور از جون. نه دیگه تعارف که نداریم. با این خرج و مخارج و تحصیل شما و با وضعیت این رستوران آخرش دیوان و نشم خیلیه. خب اگه اوضاع رستوران اینقدر خرابه بفروشینش خلاص. به قول مامان شما الان دیگه وقت بازنشستگیتونه. بازنشستگی یا گرفتن سهمتون. دایی جون کی حرف از سهم زد؟ ببین دنیا اگه من بمیرم بیشتر بهتون میرسم. مثل اینکه بعد روزی اومدیم سراغتون. اوقاتتون خیلی تلخه دارا. خیلی خوب خیلی خوب حسلی قرناز ندارم. بشینید. شهریتونو میدم ولی همشو ندارم. خب چرا؟ رستوران که خوب داره میچرخه. ده همین دیگه. کاش میدونستین تو دل داییتون چه خبره. چه خبره دایی جون؟ منو بهتون میگم یه سر آیلو و چند کارگر حقوق بگیر یه رستوران و دو جین ارث میراث خور. میدونی دایی الان تو کار ما دست زیاد شده. نمونش همین رستورانی که تازه باز شده شاخ شده واسه ما. خیلی دلم میخواد برم اونجا ببینم چه خبره. اصلا که شما ولکن نیستی. باشه قبول. ما حاضریم بریم آمار بگیریم به شرط اینکه شما هم بی بهونه این پول ما رو بدیم ما بریم. فردا آخرین روز ثبت نامه. 400 بیشتر ندارم. من تا آشپزخونه‌ش هم میرم. 700 خیرشو ببینین. خونه آخر 600 خدا بده برکت. برید ببینم چیکار میتونید بکنید. پس پول چی؟ کارت به کارت میکنم. پول غذای رستورانو یعنی میگه. یعنی دو تا دانشجو به اندازه پول یه وعده غذا تو جیبتون نداره. شما خودت گفتی به حساب من. مگر ما که داریم به خاطر شما میریم. خودمون که اونجا کاری نداریم. بیا. بچه بی معرفت پولی که از دایت میگیری میشماری؟ جسارت نباشه. دارم میشمارم ببینم چقدره. خرج کردم هر چقدرشون برگرده. نمیخواد تو اون دستی هایی که قبلا ازم گرفتی اونا رو بیا بهم بده. نمیخواد بقیه پولو بدی. خیلی خوب الان دیگه باید برید. فقط چیزایی که بهتون میگم حواستون باشه. چجور گوشتون رو باز کنید حواستون به خوردن نره. تابلو بازی در نیارین. کارتون که تموم شد اینجا آفتابی نمیشید. من تلفنی با شما صحبت میکنم. بعدش شهریتونم خودم میرزم به حساب. تمام 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 برید دیگه. بریم دارم. فکر کنم یکی دیگه مشتری باشه. سلام. 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 خیلی خوش آمدید. بفرمایید خواهش میکنم. تبریک میگم. چجوری قشنگی درست کرد. لطف دارید خوشحالم کردید. هر جو دوست دارید بشینید. امیرعلی یه دقیقه صبر کنید الان میان خدمتتون. امیرعلی. خیلی خوش اومدید. سلام. بفرمایید. آقا پیش خدمت. یعنی الان همه این غذایی که اینجا نوشتین رو داریم؟ بله داریم. همشون هم 50% تخفیف داره. فقط برای این امروز. پس بی زحمت دو پرس چلو کباب مخصوص با تمام مخلفات سفارشی باشه. بله حتما. ممنون. خواهش میکنم. دست شما درد. بله بله خیلی ممنون. تشریف بیارید. بله برای شما همینطور. خدا نگهدار. میگم جاشون که خیلی خوبه. به نظر قضاشون هم خوبه. نمیدونم با بخوریم ببینیم چی. سرویس میز ببرم. چی سفارش دادن؟ سر یه جوری حرف میزنه انگار داره با کارگر اینجا صحبت میکنه. خب مامان اون مشتریه. تفرک چه میدونه که تو پسر صاحب رستورانی. حالا چی گفت؟ بخیال چون اشتباهی کردم تعمیرگاه رو بل کردم.
همین اول کاری پشیمون شدی؟ دوتا کباب سفارشی خواستم. حیف که نمیخوام اول کار جا بزنم. اینا رو بردم سر میزشون، گوله میرم رستوران سهرابی این برگ تبلیغاتی‌ها رو پخش کنم. نه بذار واسه بعد، الان مشتری داری. الان رستورانشون شلوغه دیگه، اونم فایده نداره. خب ممکن است چیزی بخوام. خب خیالتون راحت، غذاشون رو نخورده برمیگردن. امیرعلی باید به این شرایط عادت کنی، یعنی همم. پرویز برو اون بچه تهرانی چی میگه، برای نباید ببینه. جانم مخلصم در خدمتی، من بفرمی. سلام. این آقا چوپونه کجا فرار کرد؟ چوپون؟ ما اینجا چوپون نداریم. خیلی خب، از قول من بهش بگو که درسته تو چوپونی، ولی ما گوسفندی سیم حالیمونه. این همه راه اومدی هلک و هلک همینو بگی؟ نه، اومدم از اجازه بگیرم اگه راه داره این آگهی‌ها رو بین مشتری‌ها پخش کنم. باید با آقا سهرابی صحبت کنم. ایشون قبول کنه حل، اما بعید میدونم قبول کنه. چرا؟ چرا نداره آخه، کیو دیدی که رستوران رقیبشو تبلیغ کنه؟ اونجا هستن؟ دنیا عجب کباب خوشمزه‌ایه. مطمئنم سویام قاطیش نیست. ببینی گوشتش تازه است. حالا میفهمم درد دایی چیه. حالا دایی به جای خود، منم دارم نگران میشم. چرا؟ چرا؟ مثل اینکه اون رستوران مال ما هم هستا. اگه اوضای دایی خراب بشه که با این غذاهایی که من میبینم میشه، دیگه از سهم و شهری خبری نیست. اما یه تومن دوزاری هم که با بدبختی ازش میگیری میپره. مثلا تو این چند ساله که بازارش سکه بوده، چی به ما رسیده که الان میخواد برسه؟ ببینی که به خاطر یه شهری دانشگاه چی گروکشی را انداخت. یادم ننداز. الان هم که باید بریم بهش آمار بدیم. فقط نمیدونم چه بهونه‌ای جور کنم تا آشپزخونه برم یه سرگوشی آب بدم. بهونه؟ چی شد؟ حال نکرد. خیلی هم محترمانه منو پیچون. اصلا خوشش نمیاد واسه رستوران ما تبلیغ شه. کاش بهش اصرار نمیکرد. همین کارو کردم، همه رو آوردم. باشه با دست درد نکن. آقا. بله. یه لحظه بیا. جانم چیزی نیاز داری؟ دو تا از اون نوشابه گازدارای خنکتون بیا. عذرخواهی میکنم، ما اصلا نوشابه نداریم، ما فقط نوشیدنی طبیعی سرو میکنیم. چه جالب. یعنی چی طبیعی؟ طبیعی دیگه، از اسمش مشخصه. بخورین مشتری میشی. ببخشید میشه ما یه سری به آشپزخونه بزنیم؟ آشپزخونه؟ برای چی؟ هیچ چی، میخوام ببینم آشپز این غذای خوشمزه کیه. آها، عرض میکنم خدمتتون، مادرم هستن. مادرتون؟ بله، چطور مگه؟ هیچ چی، میخوایم ازش تشکر کنیم. محبت دارین، نیازی شما زحمت بکشین، میگم بیان اینجا. وای ایشونه، چرا به زحمت میندازین؟ من خودم میرسم خدمتش. چیزی نیاز داشتین بگین. مامان خیارشورا رو شستی؟ بله شستم، الان سالادا رو بریزم این تو، خیارشورا هم خرد میکنم. مامان دست درد نکنه، میدونم خسته ای ها، ولی بعدش زحمت بکش سالادا رو هم پوست بکش. سلام. ببخشید مشکلی پیش اومده؟ نه نه، فقط اومدم ازتون تشکر کنم، غذاتون خیلی عالی بود. نوش جونتون. خواهش میکنم. از دمنوشام من میل کردین؟ دمنوش نه. نه؟ خدیجه ماما، منوی دمنوشا کجاست؟ اونجاست، الان میرم برسیم. البته دمنوشامون رایگانه ها. بله. خواص هر کدومش هم جلوش نوشته شده. چقدر جالب. خب پس من فکر میکنم از دمنوش بهلیمو خوشم بیاد. خیلی هم عالی. ببخشید فقط یه سوال، دمنوش فرقی با جوشونده داره؟ آها، جوشونده همطور که از اسمش پیداست باید بجوشونیم، اما دمنوش گیاهیه که برعکس جوشونده باید رو حرارت ملایم دم بکشه. آها خیلی امتحانش میارزه. شما بفرمایید، میگم براتون بیارم.
ممنون، خسته نباشی. با اجازت. خواهش میکنم. رستوران یارا کارش تمام. خیلی بدبخش. یه قلوب از این بخورم اعصابم آروم شه. خانومه میگفت آرامش بخشه. آقا جانم این صورت حساب رو بیارید لطفا. بله حتما الان میارم. چقدر خوشتمه، عطرش هم خوبه، عالیه. بفرما قبول شما نره. دستتون درد نکن. میشه جان چیزی لازم دارید برات بدم؟ نه خیلی من همه چی عالی بود. بازم قابل نداره. میشه جان انعام بگی. تشکر، ممنونم. واسه اولین بار دارم انعام میدم، اونم چون پول نهارو کسی دیگه حساب میکنه، وگرنه دانشجو چه به انعام دادم؟ بگی. همون، منم دوست دارم از دانشجو انعام بگیرم. باشه بشه خودتون. ممنونم. سلام علیکم. بفرمایید. خوش اومدید. پاییزا سلام علیکم. اونجا رو مثل اینکه قدممون سبک بود. دایی بفهمه از کارش پشیمون میشه. یکی دیگه برات بریزم؟ نه کافیه. نه؟ میدونی این دمنوشا چقدر خاصیت داره؟ بریز. خوبه خوبه خوبه. چی هی زل زدیم به رستوران روبرو؟ آخرش سکته میزنین ها، ولشون کن. چیزی که نمیدونی بی خودی حرف نزن. بدبختی این رستورانم صاف باید روبروی رستوران من باز بشه که بشه آینه دق. انگاری هوا اجدادش از قدیم واسه یه همچین روزی نقشه کشیدن که خانوادگی دمار از روزگار ما در بیارن. چه خوب. چه خوب این که دمار از روزگارمون در میارن؟ نه آقا، این که جلوی چشمونن و سرکارشون در میاریم. بایدش چیه؟ این تماشاچی فوتبال فقط نگاه میکنیم، گل بخوریم نگاه میکنیم، میبازیم نگاه میکنیم، جام جهانی میریم نگاه میکنیم، نریم نگاه میکنیم، چه فایده داره؟ آقا فوتبال برد و باخت داره، همینه دیگه. بعدش هم آقا من یه سرس کنم خدمتون. اولندش ما اردوی تدارکاتی کمی داشتیم، دومندش توی گروه قوی بودیم، سومندش آقا جام جهانی همین عزیز من. علاکی کنی چی داره واسه خودت چرت و پرت بار میکنی؟ تعمد غذایی مردم هم میخونی. برو پی کارت، واسه من کارشناس فوتبال شده. برو پی کارت. شما اونجا چی کار میکنی؟ چطوری؟ سلام. چطوری تو؟ دیگه ما رو تحویل نمیگید. چرا؟ این چه سرمزه؟ ای نکشه. خوبی؟ خوشبختم که یه نو بزن خیلی باحال. خیلی باحال. بزن خیلی بهت میاد. بزن بزن نگاه کن. نگاه کن چه باحال. به درد خودت میخوره. خودت بزن. بزن. اینا
چی کار دارن میکنن؟ بیشورا حیف این همه پول. پرویز! پرویز! جونم آقا چرا اونجا گرم گرفتن؟ آقا اینو خونوادگی مخواشون تعطیله. نه آقا من نوکر شما دور از جون شما که دایشونی. آقا بخش تو خودت مخ داری؟ بله آقا. ببینم مخ تو. مگه میشه مخو نشون داده؟ برو ردشون کن تا بند آب ندادن. برو اشم آقا. ببین بهشون بگو برای پول اینجا نیان، خودم به حسابشون میریزم. بهشون بگو یه زنگ حتما به من بزنم ببینم اونجا چه خبر بوده. برو پشم بوده دی. چیه؟ مگه نمیبینی تو مشتری اومده؟ بیا دیگه واسه چی رو نگاه میکنی؟ خیلی خب برو تو الان میام. نمیدونم باهاتون چیکار کنم. الو دایی دنیا. دایی امرتون اجابت شد، همه جا رو دید زدید، تا تو آشپزخونه هم رفتیم. خلاصه‌شو بگم غذا که عالی بود، همه چی از برخورد پرسنل، فضای رستوران، حتی دکوراسیون حرف نداره. اگه بازم خواستین جاسوس بفرستین اون تو پایه ما. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. بگذره بگذره. آره چون میخندی؟ آه به قیافه من میخندی فهمیدم. نه اختیار داریم این چه حرفی میزنیم؟ به چی؟ نه به خودم، یعنی به تو امارا. محبوب میگم که داشتم فکر میکردم تا چند ماه پیش من مدیر عامل شرکت صادرات و واردات و همه کار فکرشو بکن دارم صندلی چپه میکنم روی میز، تو ته میکشی و رستوران. عجب روزگاریه. چیه حالا ناراحتی؟ نه بابا ناراحت که نیستم، داشتم میگفتم گردش ایامو ببین. میدونی چیه احمد، من فکر میکنم اینطوری خیلی بهتره. اون موقع همش تو سر کار بودی، منم خونه، اما الان هممون دور هم دیگه اینجا جمعیم، ما هم دیگه واسه زندگی تلاش میکنیم.
اینطوری که خیلی قشنگ تره. آره قشنگه، قشنگه. بده من خسته شده. تو هم خسته ای تو؟ نه نه بذار من حالا دیگه این قشنشو من انجام بدم. پس اون طرف هم بکش اگه خواستی بکشی. خیلی هم بلد نیستی بکشی، بده به من. باید اینجوری سفیدش کنی.